سلام من فاطمه هستم و این باورقه قسمت شستوم سریال آغازده است. دوین با اطلاعاتی که از تورگوت گرفته متوجه می شود مدیر مدرسه سابقه رشوه گیری دارد و با همین مدارک مدیر را مجبور می کند بچه ها را به مدرسه برگرداند و خودش هم استفاده هد. از طرفی چنگیز به اصلا زنگ می زند و پیشنهاد او را با مبلغی که تعیین کرده قبول می کند. صبح بدری دمه کلانتری به مادرش می پیوندد و حالش را می پرسد بعد می اصلا من میرم اعتراف کنم میترسم این مسئله کشدار بشه و پای تو گیر بیافته ندرت توی صورت او میزند و میگوید به اندازه کافی از زندهای بابات کشیدم نمیذارم بعد از مرگشم به ماسیب بزنه آدم بدری به او زنگ میزند و خبر میدهد جایی بزرگ را پیدا کردهاند بدری متوجه می شود اصلا قصد دارد پول شرکت آنها را بپردازد و از بندر بیرونشان کند و با عصبانیت سراغ می میرود اصلا با استناد به بند زیرکانه که در قرارداد گذاشته بود میتواند این کار را انجام دهد و همه چیز را برای بدری توضیح میدهد بدری میگوید این نامردیه به این سادگیه که فکرشو میکنی نیست آدم ای با کمال به هولیه زنگ میزند و خبر به هوش آمدن او را میدهد هولیا خوشحال میشود ایبا که نمیتواند حرف بزند روی کاغذ برای کمال مینویسد که آیا اصلا این کار را با او کرده کمال میگوید آره آقا کار اصلانه جهان با اصله وارد اتاقی که محل نگهداری بزدو بود می شود اما اصلان را آنجا می بیند و از او میپرسد کجا کجاست اصلا میگوید خجالت بکش لیلا لیلا دری با لیلا این کارا رو میکنی به خاطر چی به خاطر اون دختره عوضی جهان میگه یه طرف دهنه بفهم کاری نکن لتو پارت کنم همه تلاشمو کردم که من منصرف کنم اما نشد دلیل نفرتشو نمیدونم مگه ممکنه من علیه لیلا کاری کنم اصلا میگوید برو بابا همین الان دنبال بوزم میگشتی جهان میگوید رفتی برای زن داداشت نامه تهدیدآمیز فرستادی همینم هم مونده بود یه بار دیگه یه سویکان خانواده منو تهدید کنه اصلا میگوید خانواده تکیه سر به خانوادت الیاس جهان میگوید از تو که بهترن و میپرسد بزرگ کجاست اصلان میگوید رفته توی دادگاه شهادت بده سر با میفته زندان جهان میگوید اگه یه بار دیگه امیدم از ازم بگیری و زنی که دوستش دارم و از دست بدم اصلا میگوید چیکار میکنی منو میکشی جهان میگوید نه من دستمو کثیف نمیکنم اما تو کوچه خیابون آدمای زیادی هستن که حاضرن به خاطر یکی دو قرون این کارو بکنن پلیس ها سراب را بعد از دادگاه به زندان منتقل می کنند از این موضوع عصبانی می شود و تصمیم می کار اصلا را یک سره کند از طرفی در زندان لیلا متوجه می شود ملک خودکشی کرده او خودش را بالای سر ملک چند بسته قرص خورده می رساند و به او گوید لازم نیست به خاطر دخترت خودتو بکشی رئیست سراب دستگیر شده دیگه دلیلی واسه ترسیدنت نیست و عکس دستگیری سراب را نشانش می دهد و می گوید مادر و دخترتو پیدا میکنه ملک از خودکشی منصرف می شود و قرص بالا می آورد. روز عروسی اکو و الیف از ماشین عروس در محله خانواده الیف نگه می و اکو دوستانش در میان گروهی از فامیل ها شروع به رقصیدن در یامور در لایو تورگوت این صحنه ها را می بیند و ناراحت می شود. ولی وقتی دوین حالش را میپرسد اصلا به روی خودش نمی آورد و میگوید خیلی وقت به خاطر اکو ناراحت نمیشم طوری نیست. ولی دور از چشم دوین به اتاق می و شروع به مشروب خوردن می کند. بدری به تالار می رود و به مادرش می گوید اصلا می خواد با نامرده شراکتمون رو به هم بزنه. ندرت می گوید من بدون اینکه انتقاممو رو بگیرم بر نمی گردم آدانم به راهمون ادامه می دیم. و چپ به اصلا نگاه می کند و ادامه می دهد هر که صد راهمون بشه از جلو راهمون برش می داریم. کاری که قبلن هم انجام دادیم. ندرت اصلا را صدا می زند و او را به گوشه ای از تالار می برد و ماجرا را می اصلا می گوید اول پسر نامرد تو خیانت کرد کاری که خودتم با مصاحبه انجام دادی کسی که به خانواده آسیب بزنه کنارم نگه نمیدارم به زودی برمیگردید آتانا و پیش ندرت بدری را تخخیر می میکند و او را عصبانی می کند. ندرت میگوید اونجوری که میخوای نمیشه اصلا بدری برای هواخوری از سالار بیرون میرود و ناگهان یامور باز در وضع نامناسب در حالی که خیلی مست است جلویش ظاهر میشود و میگوید میرم می تبریک بگم بدری جلوی او را میگیرد و یامور را به زور سوار ماشینش میکند اکو و الی فقط میکنند و اصلا و خانوادهش در این مراسم شادی میکنند و این در حالی است که الیاس جهان ایبو ندرت و بدری از دست او خیلی عصبانیاند و هر کدام به دلیلی از او کی ندارند قاتل حرفه با لحجه آدنایی با کسانی که اجیرش کردند تلفنی حرف میزند و میگوید کار اصلان را تمام خواهد کرد و بعد از این گفتگو وارد تالار عروسی میشود دوین و اصلا هنر رقصیدن یاد شب گذشته میافتند و اصلا اعتراف میکند همه چیز را به یاد دارد و ماجرایی شبیه که گذرانده بودند را تعریف میکند و در آخر گوید به نظر من تو هم همه چی یادته او کمی بعد به اتاق پروف می میرود و قاتل آرام آرام دنبالش حرکت میکند دوین که واقعا شب قبل را به یاد دارد به اصلا پیغام دهد منم یادمه اصلا لبخند میزند و می نویسد توی اتاق پاروف منتظرتم دوین به سمت او حرکت میکند در مدت کوتاه قاتل وارد اتاق پاروف میشود میشود و سه گلوله به اصلا شلیک میکند و میرود وقتی دوین به آنجا میرسد اصلا را غرق خون میبیند و وحشت زده اسم او را فریاد میزند ممنون از اینکه با من همراه بودید خود نگهدار